امرولا ساله بل ایدن افغانستان برای پاکستان و مزدورانش ناممکن است اوقوی انفجار در کابل دو کودک جان باختن اولین حمله راکتی جبهه مقاومت بالای طالبان در شمال توغیان آشوب به کابل رسید به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یک از از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمده. لطفا تا ویدیو با ما باشید معاون اول رئیس جمهور فراری افغانستان میگوید که نفرت در برابر طالب سراسری و ملی است به گزارش اسپوتنیک امرولای ساله معاون اول رئیس جمهور فراری افغانستان در صفحه فیسبوکش نگاشته است که هدف شکست و نابودی دشمن است هر وسیله برای رسیدن به این هدف مشروع است بل ایدن افغانستان برای پاکستان و مزدورانش ناممکن است وای همچنان نوشته که چند روز سکوت حس تسلط را برای هر متکبر ایجاد می کند زیر تاثیر تبلیغات دشمن نروید ماحول و وضعیت شکننده است تمام لاحیه های مسلحتی موانع نرم و سخت برای ایستادگی مستقیم بر ضد دشمن از بین رفته است در این نو ماحول اسلحه نقش ثانوی دارد مهمترین عامل انگیزه و روحیه مقاومت است که هر روز تقویت گردد. آقای ساله در ادامه نوشته است که نفرت در برابر طالب سراسری و ملی است اداره پاسپورت مزدهمترین دفتر در سراسر افغانستان است. چرا؟ چون که نفرت در برابر این گروه ستم پیشه و نیابتی سراسری است. تحول آمدنی است. صف مقامت را در ابعاد مختلف آن تقویت نمایید. حقوق انفجار در کابل دو کودک جان باختند. شاهدان عینی از وقوع انفجار در کابل که موجب جان باختن دو کودک و زخمی شدن چندین غیر نظامی دیگر شده است خبر دادن. با گزارش اسپودنیک شاهدان عینی همچنین گفتند که حادثه مسکو ناشی از انفجار بمب کنار جاده بوده که موتر طالبان در منطقه بگرومی را هدف قرار داده است یکی از شاهدان عینی در این باره گفت بم منفجر شد حوالی ساعت دوازه به وقت محلی دو کودک کشته و چندین غیر نظامی زخمی شدند طالبان هنوز درباره این حادثه واکنش نشان ندادند و تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است پس از اعلام آمادگی امریکا برای خروج نیروهایش طالبان عملیات گسترده را برای کنترل افغانستان آغاز کردند در 15 اگست اشرف فرار کرد و طالبان بدون درگیری وارد کابل شدند ادوهای عمله راکیتی جبهه مقاومت بر ساختمان ولسوالی حسه اول کابیسا طالبان تکذیب کردن روزنامه 8 صبح کابل جبهه مقاومت ملی ادعا میکند که نیروهای آنان بر ساختمان ولسوالی حصه اول ولایت کاپیسا حمله راکتی انجام دادند در یک نوار ویدیویی مربوط به عوامل این جبهه ادعا شده است که نیروهای آنان شنبه شب 25 جدی در واکنش با بازداشت شش, شش زن و سه کودک از سوی نیروهای طالبان در این ولایت بر ساختمان ولسوالی حصه اول کاپیسا حمله کردند در این نوار ویدیویی جبهه مقاومت ملی بازداشت زنان و کودکان از سوی نیروهای طالبان را خلاف های اسلامی و انسانی خوانده است مقام های محلی طالبان در ولایت کابیسا اما ادعای عمله راکتی بر ولسوالی سه اولین ولایت را تکذیب می کنند. ملا وسیق سخنگوی ولی طالبان برای ولایت کابیسا در صحبت با روزنامه اشت صبح گفت خیر این چنین کدام حادثه نشده است. روز یک شنبه هفته گذشته 21 جدید نیروهای طالبان شش زن و سه کودک را در ولسوالی سه سی سیک اول کاپیسا بازداشت کردند که پس از ساعت با پادرمیانی بزرگان محل از بند رها شدند بر بنیاد گزارش های نشر شده این زنان با کودکانشان بدون هماهنگی مقام های محلی کاپیسا هنگام بازداشت شدند که مردهای خانواده در خانه حضور نداشتند طالبان آن زمان گفتند که این افراد به دنبال یک شکایت حقوقی بازداشت شدند اعتراض بانوان با شعار عدالت در کابل به خشونت کشیده شد شمار از که با شعار حدالت، عدالت عدالت خسته ایم از اسارت به جاده های کابل بیرون شده بودند میگویند که طالبان با استفاده از است، گاز اشکاور آنها را پراگنده ساختند با گزارش اسپوتنیک به نقل از آماج نیوز روز یکشنبه 26 همه جدی شما از بانوان که با شعار عدالت عدالت خسته ایم از اسارت به جاده های کابل بیرون شده بودند گرد همایی اعتراضی زنان به خشونت کشیده شده و اعضای گروه طالبان با استفاده از گاز اشکاور زنان را پراگنده ساخته است طبق گزارش گروهی از زنان افغان در اعتراض به محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان به جاده های کابل بیرون و خواستار تامین حقوقشان شدند طالبان برای پرگنده ساختن زنان از گاز اشکاور استفاده کردند طالبان از زمان به قدرت رسیدن در اواسط ماه اگست 2020 محدودیت های متعدد را به ویژه در زمینه تحصیل و کار برای زنان و دختران اعمال کرده است به طور مثال طالبان وزارت امور زنان را که حدود 20 سال وجود داشت منحل و بجای آن وزارت امر بالمعروف نه از منکر را ایجاد کردند. طالبان روز 15 اگست کابل را به تصرف درآورد و حاکمیت امارت اسلامی افغانستان را اعلام کرد. این گروه تلاش می کند تا در جامعه بین المللی بر شناخته شود. اما تا کنون موفق نبوده است. طالبان علی طالبان وضعیت جاری و دورنمای آینده تای چند روز اخیر ولایت فاریاب در شمال افغانستان بار دیگر شاهد اعتراضات گسترده ضد حکومتی است اعتراضاتی که در گذشته نیز سابقه داشته و با انگیزه های قوی صورت گرفته است این بار هم مترزان میگویند مخدوم عالم فرمانده ازبک تبار طالبان تنها به دلیل تعلق قومیش از سوی دولت کنونی بازداشت شده و به کابل انتقال یافته است اگرچه در ابتدا گفته می شد که صرفا طالبان ازبک تبار به این تصمیم اعتراض کردند و معترضان عمدتا مسلح هستند اما به نظر می رسد که دامنه اعتراضات گسترش یافته و مردم فاریاب نیست که عمدتا از قومیت ازبک هستند به معترضان پیوسته و علیه طالبان دست به شورش و اعتراض زدند این ریداد یادآور اعتراضات گسترده ازبک ها در یازده ولایت کشور پس از دستگیری خونین نظامیدین قیصاری از فرماندهان نظر طالبان در دوران حاکمیت اشرفغنی است اعتراضات که در نهایت به تبعید خودخواسته عبدالرشید دوستان پایان داد و حکومت پیشین را به تسلیم در برابر ار اراده معترضان وارد کرد با وجود درک این وضعیت آن اکنون در فاریاب جریان دارد به طور کامل با گذشته فرق از این زیرا دولت طالبان نه تعهده به حقوق بشر و قانون دارد و نه در دغدغه و دموکراسی حتی یکی از سخنگویان طالبان پیشتر گفته بود که آنچه در فاریاب جریان دارد بخشی از میراث دموکراسی است جزئیات این خبر را می بینید در ویدیوی دیگر تشکر که تا این دن با ما بودید